سلام مجدد و تقدیم ارادت به تشریح آیه شماره 141 می‌پردازیم که استقلال مسئولیت و بطلان شفاعت موضوع این آیه است. در این آیه می‌فرماید که تلکا امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسألون اما کانو یعملون تلکه امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون اما کانو یعملون. آن امتهای پیشین همه در گذشتند، آن امتهای پیشین همه در گذشتند، هرچه کردند و هرچه اکتساب کردند برای خود کردند و هر چه کردند به خود ایشان مربوط و منتهی می شود و شما هر چه کنید و هر چه به لحاظ آن عمل انجام داده اید و هر چه به لحاظ آن چه کرده اید اکتساب کنید برای خیش کرده اید و به دست خیش کرده اید و شما مورد سوال برای کار دیگران قرار نمی گیرید و شما مسئول کار دیگران شناخته نمی شوید برای اعمالی که دیگران فاعل آن بودند و عامل آن بودند، شما عامل و فاعل محسوب نمی شوید. تلک امتون، اونها بودند، مردمانی، امتهایی، ملتهایی، نژادهایی، جمعیتهایی، گروههایی، امتون. تلک امتون، به این ترتیب بودند اونها، اونها امتهایی بودند که قد خلت، که گذشتند، رفتند، نیستند دیگه. به کدام امت اشاره می کند؟ به ابراهیم اشاره می کند، به اسماعیل اشاره می کند، به نسل او اشاره می کند، به انبیاء گذشته اشاره می کند، به مردمانی که با اون انبیاء زندگی می کردند، به کارهای خوبی که کردند، به کارهای بدی که کردند، به اطاعت هایی که کردند، به اسیان هایی که کردند، به راست هایی که گفتند، به دروغ هایی که گفتند، به جان بازی هایی که کردند، به جنایاتی که کردند، چه پیامبر باشد، چه امام باشد، چه انسان عادی، آدم معمولی مثل من و شما، وقتی میگذرند میگذرند و هر عملی که انجام داده باشند، چه ابراهیم باشد، چه آزر، چه نمرود، چه فرعون، چه موسی، هر که هر چه کرده است به خود او مربوط است و کاری هم که تو می کنی به خود تو مربوط است. نه تو برای کار ایشان مجازات می شوی، نه برای کار خوب ایشان پاداشی دریافت می کنی. اونها هم برای کار تو نه پاداشی دریافت می کنند و نه مجازاتی می شوند و کار شما و کار ایشان از یکدیگر جدا و منفک است، فاصله دارد کارها با هم و هیچ تأثیری کار اونها بر کار امروز شما ندارد. هرچه بودند رفتند، اونها با شما هیچ نوع ارتباطی ندارند و
و شما هم با اونها هیچ ارتباطی ندارید. در واقع در این آیه به استقلال عمل و استقلال مسئولیت اشاره می کند و اگر اصل استقلال مأموریت و مسئولیت برای شخص توجیه بشود و اثبات بشود که می شود قرآن چنین می گوید، اون وقت موضوع دخالت در کار دیگران، ما دو جور در کار دیگران دخالت می کنیم، یا موجب عذاب اونها می شویم یا موجب بخشش اونها می شویم. ما رابطه سومی نداریم با کسی، یعنی با عملی که دیگری انجام داده. ما دو نوع رابطه داریم، یکی رابطه ایست که در واقع به عملی که او کرده و به مناسبت عملی که او کرده و ما در مقام تصمیم گیرنده قرار داریم، می توانیم که عملی رو که او انجام داده به او پاداش بدهیم، ما پاداش بدهیم، یا او رو مجازات کنیم، یا جلوی پاداش عمل کسی را که غیر از ماست بگیریم، و یا جلوی مجازات کسی رو بگیریم. جلوی مجازات کسی رو گرفتن یعنی شفاعت. پس وقتی ما شفاعت انجام میدیم، در واقع عملمون با عمل دیگری به هم پیوسته شده و ما مسئولیت عمل دیگری رو پذیرفتیم و قادر بودیم که ما با عمل خودمون یا با دعای خودمون یا با فعلی که انجام میدهیم دخالت بکنیم، نفوذ بکنیم، به اون سوی حوزه حرکت بکنیم و در اونجا عمل شخص رو از اکتسابی که باید بکنه باز بداریم و تغییر بدهیم قانون رو. یعنی اگر فرض بفرمایید که قانون قرآن میگوید که اگر کسی دزدی کرد بایستی که در دنیای دیگه خدا این رو در آتش میاندازه، یک کسی هم عمل دزدی انجام داده و قرآن میگوید که حالا این وقتی مرد اون دنیا میره با آتش، یا همین دنیا میره با آتش، اکتساب کار خودشه. ما اگر که مسئولیت مستقل نداشته باشیم، استقلال مسئولیت فعلی نداشته باشیم، می توانیم که در سرنوشت اون مداخله کنیم، بگوییم نه این خیلی دوز بدجنسی بوده، چند بار بایستی که این در آتش بسوزه، یک بار کافی نیست، یا اینکه این دزد بی تجربه‌ای بوده، گناه داره، خیلی فقیر بوده، اینطور بوده، اونطور بوده، ما تصمیم میگیریم که مجازات این کم بشه یا بخشیده بشه. در حالت اول او رو نفرین میکنیم، یعنی به خدا دستور میدیم که مجازات تو شدید کن. در حالت دوم شفاعت میکنیم، یعنی به خدا میگوییم حالا خیلی سخت نگیر دیگه، حالا تو هم خیلی سخت گیر شدی، راهش کن بره، مگه نمیبینی که نفهمیدار دوزی کرده، تو که خدایی که باید بهتر بفهمیگه، برش کن بذار بره. این میشه شفاعت. تو نمیفهمی یعنی خدایا که این باید بخشیده بشه، یک احمقی مثل من باید پیدا بشه خدایا که به تو تذکر بده که این بنده مستحق شفاعته، مستحق بخشیده شدنه. شفاعت یعنی جدا شدن، شفاعت یعنی بایفورکیشن، یعنی که دو شاخه شدن، دو شاخه ای که این شاخ از اون شاخ فاصله میگیره، یعنی کسی رو از سرنوشتش جدا کردن، کسی رو از اکتسابش جدا کردن. شفاعت یعنی عکس العمل رو از عمل جدا کردن. شفعه یعنی فاصله ایجاد کردن، دوشاخه شدن. و این موضوع خیلی مهمه برای ما که بدانیم که وقتی ما میگوییم که کسی برای کسی شفاعت میکنه، نتیجه این کار میشه که این شخص دزدی کرده و در آتش بره. حالا ما باعث میشیم که این آتش رو که در قانون خدا عکس العمل و اکتساب یک دزده، یعنی عمل دزدی فقط مال مردم رو اکتساب نمیکنه، آتش رو هم اکتساب میکنه، یعنی فعل دزدی
عکس العمل و واکنش آتش رو داره. یا قرآن میگوید که تو اگر مال یتیم رو بخوری مثل این هست که از درون سینه تو آتش بیرون میاد، وجود تو تبدیل به جهنم میشه، دیگه منتظر جهنم هم نباش، همین الان وجود جهنم میشه، شعله آتش از درون تو سر میکشه و بیرون میاد. این آتشی که از سینه ما بیرون میاد در قالب متشابهات قرآن البته سوزشی بیشتر از آتش طبیعی و واقعی داره و تنبیهی دردناکتر از اونه، انقدر دردناکه که انسان آرزو میکنه همون آتش طبیعی از سینش بیرون میامد. خب این عکس العمل و این قانون واکنش در مقابل کنشی است که کسی طیب یتیم رو تبدیل به خبیث میکنه، مال طیب او رو، مال سودمند و مفید او رو تبدیل به یک مال مضر و بیفایده میکنه. این تغییری که در اموال یتیم داده میشه برای کسی که امانت یتیم رو پذیرفته، عمل خیانت در حق یتیم ایجاد آتش میکنه در سینه خائن. این یک قانون خداست. حالا شفیع چه میکنه؟ شفیع میاد این وسط و این قانون عمل و عکس العمل رو به هم میزنه. در قانون خدا خیانت با آتش در سینه اینها عمل و عکس العملن، اینها دو سوی یک سکه هستند، مرتب به هم تبدیل میشن. مال یتیم رو میخوری، آتش در سینه به وجود میاد. اون آتش اکتسابی است که ما کردیم از خباثتی که به طیب بودن مال یتیم وارد کردیم. حالا کسی که اینجا شفاعت میکنه در واقع یا به خدا میگه یا خودش این کار میکنه یا به هر ترتیب، این عکس العمل رو از این عمل جدا میکنه. یعنی این کسی که مال یتیم رو خورده آتش در سینه او نمیره، جدا میکنه عمل رو از عکس العمل. به این تئوری فاقد خرد در اصطلاح شفاعت میگویند و خداوند میگوید که شفاعت جز به اذن من انجام پذیر نیست. اذن خدا چیست؟ آیا خدا در یک جایی نشسته و مرتب تقاضا میرسه به خدا و خدا بعضی هاش رو موافقت میکنه، بعضی ها رو مخالفت میکنه، بعضی از تقاضاها میرسه که خدا یا اینو تنبیه نکن، این درسته که مال یتیم رو خورده ولی خب با ما نسبتی داره و اینها، ما هم پلو شما مقامی داریم و اینا، ببخشش بره. و خدا همون وقت اجازه صادر میکنه، چون در قرآن میگوید بدون اذن خدا شفاعت انجام نمیشه. اگر ما اذن خدا رو اقدامات فعلی خدا انجام بدیم که اصلا احد و صمد و همه خدا و قرآن از بین میره، که باید مفصل صحبت بکنم که چرا دیگه نه توحید به جا میمونه، نه احد به جا میمونه، نه صمد به جا میمونه. خدا میشه یک آدم معمولی که یک مقداری کارهای نیمه تمام داشته که مرتب با توصیه ما کارهای نیمه تمامش انجام میده. اصلا از خدا یک مضحک و مسخره‌ای ساخته میشه که فقط اسباب خجالته، اگر اونطور ترجمه کنیم. اما اگر اینطور ترجمه بکنیم که اگر قانون خدا اجازه میده خدا، یعنی قانون خدا کارگر میشه، قانون خدا اکتیویت میشه، قانون خدا به کار میفته، چون ما با خواست مستقیم خدا سر و کاری نداریم، ما با قانون خدا سر و کار داریم. بنابراین اگر راجع به قانون خدا صحبت میکنیم، خداوند میگوید که هیچ شفاعتی انجام نمیشود مگر قانون من بر اون شفاعت حاکم بشود. این ترجمه اینطور باید بشه، یه به اذن خدا باشه، یعنی برابر با قانون خدا باشه. یعنی انسان میتواند که
قانون خدا را عوض بکند در مورد یک شخص ثالث. این خلاف این آیه قرآن است، به خاطر اینکه میگوید که فعلی که تو انجام میدهی با فعلی که دیگران انجام میدهند اینها با هم ارتباط پیدا نمی کند. یعنی برای کسانی که رفتند و مردند و از این دنیا رفتند، حالا یا فعل خوب کردند یا فعل بد، تو امروز نمی توانی که یک فعلی انجام بدی مثل دعا کردن، مثل دعا کردن، مثل تقاضا کردن از خدا که خدایا من تشخیص دادم که این آدمی که 50 سال پیش مرده یا دیشب مرده قابل بخششه و اون قانون مجازات تو یا قانون عمل و عکس العملی که تو گفتی اشتباه است، خدایا تجدید نظری کن، این حالا با ما هم نسبتی داره، ببخشش بره. و اینها یا این امت محمده یا این امت علیه یا این امت عمره یا بالاخره این امت یک کسی هست، قانون تو خدایا اشتباه بوده. حالا ما جلوی دیگران نمیگیم، ولی آرام من شب به تو میگویم خدایا که این احتیاج داره که از مجازات دور باشه. یعنی خدایا رابطه عمل و عکس العمل رو پاره کن. و این حرفی که در قرآن زدی برای میلیاردها آدم و میلیاردها سال، این حرف بچگانه خودت رو هم عوض بکن که این قانون منه و قانون من عوض نمیشه. یعنی چه قانون عوض نمیشه؟ عوض کن خدایا، این فامیل ماست، این امت محمده، اینو مجازاتش رو ببخش، اصلا رهاش کن بره، این شیعه علیه. چطور تو میتونی شیعه علی رو به جهنم بسوزنی؟ رهاش کن بره، به جاش اون سنی عمر رو بگیر، او رو ببر به زندان اگر هم کاری نکرده به تلافی این. شما ببینید که ما چه مضحکی و چه مضحکی از دین و از ایمان و از قرآن ساختیم. و قرآن چه میگوید؟ معلمین محترم و دانشمند ما به ما چه هم آموختند و مغز ما رو با چه فضولاتی پر کردند و ما رو به چه روزی انداختند و ما رو به چه وحشتی انداختند، برای اینکه از خدا یک قول عجیب غریبی ساختند، یک حیوان عجیب غریبی ساختند که اصلا نه منطق میفهمد، نه عشق میفهمد، نه محبت میفهمد، نه رحم دارد، نه شفقت دارد، نه توبه میپذیرد، نه غفران میپذیرد، هیچ کدام از اینها نیست. با خشونت کامل دندانهای بزرگ خوناشام ایستاده ببیند که چه کسی کوچکترین حرکتی میکند او را تکه پاره کند. یعنی یک سگ هار رو به جای خدا به ما معرفی کردن معلمین ما. چرا؟ برای اینکه در ما وحشت به وجود بیاورند، برای اینکه اون چیزی رو که خدا به ما داده از ما بدزدند. خدا به ما امنیت داده، خدا به ما ایمان داده، او رو از ما بدزدند به جای اون وحشت به ما بدهند، امنیت درونی و امنیت بیرونی رو از ما بگیرند. وحشت در مقابل امنیت و خرافه و خریت در مقابل تعقل و تأمل و اندیشه و درایت و حکمت، اینها رو که خدا به ما داده یک جا همه اینها رو از ما میگیرند و به جای اینها به ما حماقت میدن و خرافات. و البته این خرافات در مقابل وحشت چه میکنه؟ وجود ما پر میشود از وحشت و خرافات. و این دینیست که برای ما ساختن. اون وقت ما چون قدرت فکر کردن نداریم دیگه، خدا از فکر کردن بدش می آید. خدا با دندانهای تیزی که دارد هر کسی که فکر بکند او رو تکه پاره می کند. پس نباید فکر کرد. تعقل، اندیشه، تدبیر، تو چه اجازه ای داری که اصلا راجع به قانون خلقت فکر کنی؟ من هر چه به تو می گویم همان حکم است. مراقب باش که این خدا
اگر دندانهاش رو از دهن خارج بکند، یک بار دندانهای او به تن تو بخورد، تکه پاره خواهی شد. خیلی حواست رو جمع بکن. فکر رو اینها هم لازم نیست بکنی. من خودم برای شما فکر میکنم. یعنی خرافه و خشونت که بسیار کم در این دو مورد صحبت شده، جهان رو ویران میکنه و بشریت رو به این درجه از سقوط و انحطاط رسانده. عدم تعقل یعنی قبول خرافات و نداشتن امنیت یعنی داشتن وحشت، بیسامانی، نگرانی همیشگی، وحشت و ترس و خوف، هم در درون هم در بیرون. وقتی که این بنا ساخته شد، این دین ساخته شد، دین خرافه و خشونت و بیعقلی، اون وقت یک انسان دیگری که ادعای عقل می کند، او بر ما سوار می شود. درست مثل الاغ سواری که روی الاغ سوار می شود، همونطور روی ما سوار می شود. هر وقتی که از فشار بار و صدمات روزگار به فغان آمدیم، میگوید اشکالی ندارد، دعا میکنم که در دنیای دیگر خداوند روی تو الاغ بار کمتری بگذارد و اگر اشتباهی در این دنیا کردی و خطایی کردی، ما با آشنایی و رفاقتی که با خدا داریم اونجا بالاخره واسطه میشویم که گناه تو کمتر تنبیه بشود. اگر وحشت رو از خودتون دور کنید و خرافه را از خودتون دور کنید و لختی بر این مهملات بیندیشید که چه خدای مهملی برای ما ساختند و چه وحشتی در ما ایجاد کردند و چه خرافه‌ای در ما ایجاد کردند و چطور عقل و حکمت رو که خدا به ما داده این سارقین از ما رو بودند و به ما وعده شفاعت دادند و گفتند که شما اگر تابع ما بشوید و قول بدهید که فکر نکنید و دنبال ایمان و امنیت هم نباشید، همین وحشت که هست برای شما خوب است. اون وقت ما می توانیم که در مقابل این خدای درنده بایستیم و از او بخواهیم که قانون خودش رو عوض کنه و عکس العمل رو در مقابل عمل شما خنثا کنه. بگه اگر مشت به دیوار میزنید دست شما میشکند، اون عکس العمل در مقابل این عمل ایجاد میشود. ما به خدا میگوییم که بگو وقتی دست به دیوار میزند یک مقداری اشرفی از آسمان بریزد روی سرش و خدا از گناهان او در بگذرد. ما میگوییم چرا؟ چون ما شفیع میشویم. البته اینها ریشه های تاریخی داره و ما کار بسیار مشکلی در اینجا داریم که این آب رفته رو به جو بازگردانیم. من خاطرم هست در زمانهای گذشته که نوجوانی بودم یا کودکی بودم، مسجد میرفتم، در اونجا از این حرفا زیاد میشنیدیم که در روز قیامت علی ابن ابی طالب و برای اهل تسنن میگفتند که رسول اکرم. این گروه شیعه اینطور میگفتن، سنی ها اونطور میگفتن، ما هر دو مسجد و اینها میرفتیم. کانسپت واقعی هر دوش یکی بود، موضوعش یکی بود، اصلا هیچ تفاوت نمیکرد، آدمهاش فرق میکرد که اونجا ایستاده. البته مال شیعیان بیشتر به خرافات میخورد، مال اهل تسنن هم خرافات است، اصلا پشیمان شدم، حرفم رو پس میگیرم، اصلا خرافات هیچ کدام اندازه و انتها نداره. می گفتند که علی ابن ابی طالب کنار بهشت و جهنم ایستاده در اون دنیا و بعد این امت می آوند. علی ابن ابی طالب امت خودش رو می شناسه و از این دور این هزاران هزار میلیارد آدم حالا تا اون روز قیامت مردن و زنده شدند، ولی علی همه اینها رو می شناسه و اشاره می کنه که به خدا، خدا نمی شناسه، علی می شناسه. علی اشاره میکنه به خدا که مثلا اون آدمی که از اون دور میاد کلاش رو کج گذاشته، اون امت ماست، شیعیان ماست.
خدا هم همون دیگه سوال جواب نمی کنه، مستقیما میره به بهشت. در مورد اهل تسنن یک کمی این بیشتر گسترده تره. حضرت محمد در اونجا ایستاده و همه مسلمین رو میشناسه و میگوید که مسلمین قاطی بقیه هستن دیگه، مثلا الان جمعیت دنیا 1/5 یک چهارمش مسلمان هستن، بقیهش دینهای دیگه هستن، ولی خب حضرت میشناسن دیگه. فرض کنید که 700 هزار میلیارد آدم روز قیامت جمع شده و پیامبر همه اینها رو میشناسه، نگاه میکنه هر کدوم از این مسلمانان، اونا که بیگناهن که میرن به بهشت، اون گناهکارها که میان تمام رو، شفاعت اصلا فقط با ایما و اشاره بین محمد و خدا انجام میشه، اشاره میکنه به خدا که خود خدا میفهمه زود دیگه که وقتی دست ایشون اینطور میشه یعنی این از امت ماست، امت محمده، زود میفرسه اینها رو به بهشت. اینها شوخی نیست، اینها امروز ممکنه که جنبه شوخی و تفریح و اینها داشته باشه، ولی در اون زمان میلیون ها آدم رو بیمار روانی کرده، میلیون ها آدم رو از عقل و منطق دور کرده. این افراد باید در دادگاه های دنیا مورد بازرسی و مورد محاکمه قرار بگیرن. اینها اگر زنده هستند باید محاکمه بشوند. الان که اینها مردند، مکتب فکری اینها در دادگاه های جنایی باید مورد محاکمه قرار بگیره. این سمی که اینها در ذهن مردم کاشتند و این وحشتی که اینها ایجاد کردند و این شکست و انحطاطی که اینها بر پیکر دین حکمت و توحید وارد کردند و هنوز هم میکنند و هنوز هم با پول دولت‌های احمق‌ساز بهترین نوع زندگی و بالاترین امکانات در اختیار اینها گذاشته می‌شود. شما به پاکستان نگاه کنید. مگر نیست که امروز می‌گویند که ما باید جلوی ترور رو بگیریم در دنیا؟ با پول همین کشورهای استعماری در سرزمین های استعمار زده ای مثل همین پاکستان، کودکان رو در سن 4 سالگی و 5 سالگی با قرآن یاد دادن بدون معنی کردن و بعد به اینها نشان میدن که تپانچه چیست، چاقو چیست، سر عروسک رو میبرن که به بچه 5 ساله نشان بدن که سر آدم رو چطور میبرن. و همه دستگاه های امنیتی دنیای راقیه مراقب اینهاست و اینها رو حمایت میکنه و به اینها امنیت میده که نسل آینده را از این نوع مسلمانان تربیت کنند. چرا؟ یا میدانم یا نمیدانم، به هر حال وارد اون مباحث نمیشوم. شفاعت یعنی یک انسانی در کار خدا فضولی و دخالت میکند و چنان خدای بی عقل و بی منطق و بی استدلالی بنا کردند و در ذهن ما نهادینه کردند که ما به اون خدا سجده میکنیم، ما برای اون خدا نماز میخوانیم، ما به زیارت امام های اون خدا میریم، ما با اون خدا راز و نیاز میکنیم، با گرگ درندهی که از وحشت او برخیش می لرزیم، خدایی که منطق ندارد، خدایی که عدالت ندارد، خدایی که فهم ندارد، خدایی که ثبوت ندارد، ثبات قدم ندارد، یک قانون می گذارد فردا قانون را عوض می کند، خدایی که عقل هم ندارد و نمی تواند و نمی فهمد که برای ابد قانون وضع کند و مرتب مجبور می شود که قوانین خود رو تغییر بدهد، اون هم به دست کی؟ به دست سفارش یک آدمی مثل من که قیامت او رو به هم بریزد، قضاوت او رو به هم بریزد، بهشتی و جهنمی رو جا به جا بکند. کی ما به خود می آییم؟ کی ما به خود می آییم؟ کی به قرآن باز می گردیم؟ مردم، یا ترک این دین رو بکنید
بگویید ما بیدین هستیم و الله جای بهتری دارید. یا اگر میخواهید خداشناس باشید، خدا پرست باشید، به کتاب دینتون مراجعه کنید. من چهار صباح دیگری هستم و نیستم. این قرآن هم در عمر من به پایان نمیرسد با این روش من. شما به قرآن مراجعه کنید، شما بیشتر وقت با قرآن بگذارید، شما مأنوس قرآن بشوید و شما پذیرای قرآن در خانه قلب هاتون بشوید. در آیه شماره 141، تلکه امتون قد خلط، تلکه امتون قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون. آن امت های پیشین در گذشتند، هر چه کردند و هر چه اکتساب کردند برای خود کردند و به خود ایشان مربوط منتهی می شود. و شما هر چه کنید و هر چه به لحاظ آن که کرده اید اکتساب کنید برای خیش کرده اید و به دست خیش کرده اید. شما مورد سوال قرار نمی گیرید و مسئول شناخته نمی شوید برای اعمالی که دیگران عامل آن بودند. و امر شفاعت نوعی دخالت و قبول مسئولیت نسبت به کار دیگری است و قرآن می گوید چنین چیزی نمی شود. در این آیه بار دیگر موضوع مسئولیت های فردی و مسئولیت های اجتماعی مطرح می شود. انسان به طور کل هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارد. تنها موردی که موضوع مسئولیت مطرح می شود از موضع قانون است. قانونی که به وسیله مردم، از شورای مردم و در شورای مردم ساخته شده باشد، این قانون رو میگوییم قانون موضوعه، قانونی که وضع شده. و این قانون تنها وسیله و تنها اهرمی است که مجاز و مسئول است برای عمل مردم در قبال تعامل با یکدیگر. یعنی اگر ما عملی که انجام میدهیم آثار این عمل به دیگری مربوط بشود و این عمل در قانون قابل اندازه‌گیری و قضاوت باشد، در اون زمان مسئولیت بین اعمال افراد به وجود می آید. اما اگر در قانون عملی مرتبط با عمل دیگر نباشد، ما مسئول اعمال دیگران نیستیم مگر دیگری به ما متعهد باشد. اون وقت عمل او به عمل ما مربوط می شود. مثلا معلمی که متعهد می شود به شاگرد درس بدهد، حالا وقتی این معلم به شاگرد درس نمی دهد، یک عملی انجام داده. در این حالت این معلم استقلال مسئولیت نداره که بگیم هر کاری کرده برای خودش کرده، شما هم هر کاری کردید برای خود. نه، اونطور نیست. وقتی موضوع قانون مطرح میشه، اون وقت اعمال اشخاص به هم مربوط میشه. ولی این آیه قرآن در ارتباط با قانون نیست. این میگوید که به طور آزاد و منفک از دیگران اگر شما کاری انجام دادید، اون کار به شما مربوط نمیشه. ابراهیم 6000 سال پیش از این دنیا رفته، نیست اینجا دیگه. کار اون امروز به شما مربوط نیست. اگر ابراهیم زنده بود و او هم رانندگی میکرد، شما هم رانندگی میکردید و به هم برخورد میکردید، عمل شما و عمل ایشان در جایی که قانون برای رانندگی وجود داره
به هم برخورد میکرد و وقت مسئولیت مشترک میداشتید. اما الان که 6000 سال پیش مرده رفته و شما در این جهان هستید، اعمال او چه خوب چه بد به شما ارتباطی پیدا نمیکنه. اگر رسول اکرم شق القمر هم کرده در زمان حیات خودش، اگر کره زمین را از این طرف به اون طرف هم گردانده، به تو مربوط نیست. کار او در هیچ حدی و در هیچ سطحی به کار تو ارتباط پیدا نمی کنه. کار تو هم به کار او ارتباط پیدا نمی کنه. این داستان ها را نسازید برای مردم و در واقع این کلاه‌های بزرگ رو شما کلاه برداران سر مردم نگذارید. انسان به طور کلی هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارد. تنها موردی که موضوع مسئولیت مطرح می شود، همانطور که گفتم، وقتی است که اعمال افراد از طریق قانون، قانونی که مردم ساختند، با یکدیگر در ارتباط باشد. خارج از قانون، قانونی که به وسیله مردم وضع شده باشد، هیچ مسئولیتی برای افراد نسبت به یکدیگر وجود ندارد. می‌پردازیم به آیه شماره 142 در آیه 142 به موضوع بسیار مهمی اشاره میکنه. که بسیار شنیدنی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سیقولو سفها و من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله مشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. صفیهان، آدمهای صفی در بین مردمان، یعنی مردمان صفیح، میگویند و خواهند گفت، هم اون وقت میگفتند هم در آینده خواهند گفت، چه علتی یا چه موجبی یا چه چیزی ایشان را از قبله ایشان، از جهتی که به اون جهت عبادت میکردند، از سمت و سوی عبادت قبلی ایشان، چه موجبی و چه علتی باعث تعویض یا عوض کردن، برگرداندن قبله عبادت ایشان شده، از قبله‌ای که قبلا به او رو می آوردند. بگو مشرق و مغرب از آن خداست و هر کرا بخواهد به راه مستقیم هدایت می کند. سیقول السفهاء، چنین میگویند صفیهان، من الناس، از مردمان، یعنی همه مردم رو در اینجا مطرح میکنه قرآن. مردمان صفیه چنین میگویند، ناس صفیه چنین میگوید. ناس وقتی در قرآن استفاده میشه اشاره هست به نوع بشر، بدون در نظر گرفتن اینکه اینها چه دینی، چه آیینی، چه مسلکی دارن. به یک کلیتی اشاره میکنه، به یک نوعیتی اشاره میکنه و در اینجا به انسانهایی اشاره میکنه که چنین میگویند. چه میگویند؟ میگویند ما به این قبله، حالا یا اورشلیم بوده یا شرق
بیت المقدس امروز بوده یا هر جایی که بوده، میگویند که ما به این جهت مشغول نماز خواندن بودیم یا مشغول عبادت کردن بودیم، قبلگاه ما یا سمت و سویی که ما به اون سمت و سو عبادت میکردیم و عادت داشتیم، این به هم خورده. یک پیامبری آمده و میگوید که همه باید به این طرف نماز بخوانند. بین ناس، بین مردم، افرادی هستند که سفیه و نادان و بیشعور هستند و این افراد بیشعور سوال میکنند که چه موجب شد که مردم از قبله‌ای که بران بودند، از بیت المقدس به کعبه رو بیاورند. اگر قبول کنیم تاریخ رو، در بیشتر ترجمه هایی که ملاحظه می شود این طور آمده است که مردم بیخرد خواهند گفت چه موجب شد که مسلمین از قبله‌ای که بران بودند به کعبه روی بیاورند. در صورتی که در متن آیه کلمه مسلم دیده نمی شود. اتاق فرمان یک بار این آیه رو روی صفحه تلویزیون قرار بدهید. سیقول سفهاء، چنین خواهند گفت سفیهانی که از مردم هستند، تحت لفظی اگر بخوایم معنی کنیم، یعنی مردم سفیه چنین خواهند گفت ما ولاهم ان قبلتهم التي كانوا عليها، چه موجب شد از قبله‌ای که بر آن بودند روی برتافتند یا برداشتند یا برگشتند. همین، بگو با اونها که شرق و غرب به خدا تعلق دارد و هر که را مشیت کند به صراط مستقیم هدایت می کند. به هیچ عنوان در این آیه اسم مسلمان نیاورده که مسلمان ها، این تعبیراتی است که با اتکای به تاریخ شاید درست باشه، شاید هم غلط باشه. اما ما همیشه در نگرش به قرآن باید فرض رو بر این بگذاریم. ببینید، در قضایای هندسه، در قضایای ریاضی، در هر علمی شما یک مفروضاتی رو میگذارید، بقیه راهتون رو بر اساس اون مفروضات پیش میبرید. قرآنی رو که شما در این شبکه میشنوید بر اساس این فرضیه قرار داده شده که من قبل از اینکه وارد استودیو بشم خبر شدم که چند اتفاق امروز افتاده، طوفان شده، برف آمده، نمیدونم باران آمده، برق قطع شده، اینطور شده، اونطور شده. ضمناً در این بارندگی و در این طوفان هر چه کتاب شأن نزول، هر چه کتاب تاریخ، هر چه کتاب حدیث، هر چه توضیح المسائل، هر چه توجیه و توضیح و تعبیر و تفسیر درباره آیه قرآن بوده، همه اینها یکجا از بین رفته. ما با فرض به این موضوع پشت این میز نشستیم در حضور شما و این کتاب تنها چیزی است که در اختیار ماست. اون پیش فرض ها و اون ذهنیت ها رو میخوایم خارج کنیم و ببینیم که آیا این کتاب قابلیت این رو داره که خودش رو پای خودش بیسته و خودش بتواند که افاده معنا کند، یک امر مفیدی در معنا از این قرآن استنباط بشود، یک مفهوم قاطعی از این قرآن استخراج بشود، یا این قرآن رو باید بس دور دنیا گشت ببینیم که حاج آقا جواد مثلا در مورد این آیه قرآن چه فرموده تا کار خدا را بیفته، و الا تا ما تفسیر حاج آقا جواد رو پیدا نکنیم مفهوم قرآن رو هم نمیفهمیم. پس خدا رو رها کنید، اون حاج آقا جواد رو به نام خدا بپرستید که بدون وجود او کار خدا لنگ میماند. چندین بار با این مسائل اشاره کردم، خودم هم خسته هستم.
به این فرض ما قرآن رو مطالعه میکنیم. نگویید و برای من ننویسید که این آیه قرآن مربوط به این واقعه میشود. اونها رو من هم شنیدم. متاسفانه قسمت اعظم عمرم رو هم روی این لا تائلات مصرف کردم. میدانم چه میگویید ولی نمیخواهم بدانم و باور ندارم و معتقد هستم که علت وحشت و خرافه‌ای که در ما ایجاد کردند به علت همین زمائمی است که دور قرآن ایجاد کردند، همین دیوارهایی است که دور قرآن کشیدند. وقتی که خدا میگوید که این محمد میآید پیش من و میگوید که قال رسولو، این رسول و فرستاده من پیش من میآید و میگوید ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی این مردم، این قوم من این قرآن رو به زندان افکندند. زندان دیوار داره و دور از دسترس قرار دادن، بردن یک جایی قرارش دادن که اصلا هیچ کس نمیتواند اونجا برود. با چه چیز قرآن رو زندان میکنن مردم؟ قرآنی که امروز به دست من و شماست در داخل یک قلعه است، در داخل یک دژی است که لااقل 5 دیوار محافظ دور این زندان کشیدن. هیچ زندانی در دنیا اینطور نیست که 5 دیوار داشته باشه، یعنی 5 زندان در زندانه، 5 زندان در زندان. دیوار زندان اولی که دورش دیوار کشیدن، دیوارهای بلند، دیوارهایی که دست به این دیوار بزنید باید شما رو اعدام کرد. چرا؟ برای اینکه دیوارهای مقدس هستند. اصلا دست نباید به این دیوارها زد. دیوار حدیث، دیوار شأن نزول، دیوان تعبیر، دیوار تعبیر و تفسیر و اولویت شناسی، تاریخ، روایات، توضیح المسائل، فتوا، اجتهاد. همینطور این دیوارها رو دور قرآن کشیدن و همه اینها مقدسن، چون همه اینها نقل می شود که پیغمبر چنین گفت، پیغمبر چنان گفت. پیغمبر هم که مقدس است، پس هر چه گفته مقدس است. پس دهان تو بسته باد و پشت این دیوارهای قرآن با وحشت و دهشت و خوف و بدبختی و فقدان عقل و فقدان امنیت بمیر و از این دنیا برو. این چیزی است که از ما میخواهند. فرض کنید که این دیوارها فرو ریخته و در نحوهی که من و شما با قرآن برخورد میکنیم فقط قرآن به جا مانده. ببینیم آیا این قرآن کفایت ایفاد معنا دارد یا ندارد. سیقول السفهاء من الناس، مردمان سفیه میگویند ما ولا اون، چرا عوض کرد یا چرخاند یا روی گرداند ان قبلت همو لتی، قبله ما رو، سویی که نماز میخواندیم به او، قبلهی که قبله ما بود و به اون نماز میخواندیم به اون طرف، علیه به اینها بگو که مشرق و مغرب از آن خداست و هر که را مشیت او باشد هدایت می کند به صراط مستقیم. ترجمه کردند که مردم بیخرد خواهند گفت که چه موجب شد که مسلمین از قبله هایی که بران بودند، از قبلهی که بران بودند یعنی بیت المقدس، روی آورند به کعبه و بعد میگوید که بگو مغرب و مشرق از آن خداست. نمیگویم این ترجمه اشتباه است، نمیگویم منظور بیت المقدس نیست، نمیگویم منظور کعبه نیست. هیچ کدام اینها رو نه رد میکنم نه قبول میکنم. نکته من این است که در متن خود قرآن ما زمانی میتوانیم توضیح اضافه کنیم و کم کنیم که اون مفهوم از آیات دیگر قرآن براید، ولی خارج از چارچوب قرآن ما نمیتوانیم برویم. اما موضوع کعبه از بقیه آیات استفاده میشود و استنباط میشود که درست است.
همینطور موضوع بیت المقدس هم با توجه به آیات بعدی قرآن معین می شود. اما در متن قرآن ننوشته است که مسلمین پرسیدن، چون این در واقع وقتی که می گوید که چه کسانی پرسیدن، خوب توجه بکنید، من معمولا درگیر با استادهایی که قرآن رو ترجمه می کنن نمی شوم و از این راه معمولا تفره می روم. اما شما ببینید که در اینجا خود قرآن در واقع اعتراض کننده رو نشان میده و معرفی میکنه که کی هست اعتراض کننده، هویت اعتراض کننده رو نشان میده و میگوید کسانی که اعتراض میکنند سفیه هستند. سیقول السفهاء من الناس، از آدمهای بیشعور چنین برمی آید که چنین سوال می کنند. مترجم می نویسد که مردم بیخرد گفتند که چگونه شد که مسلمین از قبلهی که بران بودند تغییر قبله داده شده برای اونها. یعنی مردمی که خرد نداشتند آمدند و از پیغمبر پرسیدند و به خدا اعتراض کردند که چرا این مسلمین که تا دیروز به این طرف بنا بود نماز بخوانند، چرا شما آقای محمد گفتید که به این طرف نماز بخوانند؟ آیا کسانی که مسلم نیستن اصلا به کار مسلم چه ارتباطی داره کارشون؟ و بعد هم این داره سوال میکنه، خود قرآن توضیح میده که افراد بیشعور چنین اعتراضی کردند. یعنی افراد بیشعور اومدن از پیامبر پرسیدن که چرا این مسلمان ها که هم دین امام نیستن، یا مسلمان ها بیشعور بودن. ببینید روشی که در گذشته برای ترجمه قرآن بوده یک روش بیمسئولیتی بوده که افراد مورد سوال شباب قرار نمی گرفتند. امروز کسی که این قرآن رو به این نحو ترجمه کرده و بقیه دوستان ایشان که به همین ترتیب ترجمه، اینها برای بند ترجمه‌ای که کردن میتوانند مورد محاکمه قرار بگیرند. محاکمه جنایی عرض نمی کنم، مورد سوال جواب قرار بدن که به چه مناسبت با چه منطقی، حتی اگر که در خارج هم نبوده یا بوده، تو فکر کردی که باید از نظر ذهنی این واژه رو اضافه کنی که این مفهوم کامل بشه. شما الان با این لفظ مسلم که در اینجا قرار دادی سفیه رو مسلم خطاب کردی، یعنی یک سری آدم های بیشعور اومدن از خدا پرسیدن که چرا قبله مسلمین رو عوض کردی، نه قبله خودشون رو. در مورد قبله خودشون هیچ صحبت نمی کنند. به پیغمبر میگن چرا قبله این مسلمین رو عوض کردی، یعنی وکیل مسلم هم شدند. خب اینها یا وکیل مسلمن یا خودشون مسلمن. اگر وکیل مسلم هستن که غیر مسلم که دشمن مسلمه، خیرخواه مسلم نیست، چرا باید به پیامبر بگوید که این مسلمان ها رو در بدر کردی، چرا در بدر کردی؟ اگر هم که مسلم هستن که پس بیشعور هستن، ولی در متن آیه نگفته مسلمانان بیشعور، گفته سیقول و سفها و من الناس، نه من المسلمین. چرا ما باید هر فکری که می کنیم نسنجیده از خودمون به جا بگذاریم و متوجه نشیم که دنیا چطور با این قرآن دشمنی می کنه و قرآن چطور منتظر همین جملات کم و اضافه است که ما به قرآن می افزاییم یا کم می کنیم؟ دقایق کوتاه دیگری به تنفس می پردازیم، باز می گردیم با شما خواهیم بود.